پارلمان اروپا روز چهارشنبه به طرح پیشنهادی کمیسیون اروپا درباره اعمال محدودیت در تجارت مواد غذایی اصلاح شده ژنتیکی با اکثریت آرا رأی منفی داد. در صورت تصویب این طرح، کشورهای عضو می توانستند خرید و فروش محصولات اصلاح شده ژنتیکی را محدود و ممنوع کنند. جوانی رویا یکی از نمایندگان پارلمان اروپا در این باره میگوید اعمال مجدد نظارت داخلی همراه با ایجاد موانعی میان کشورهای عضو دستاوردهای همسان بودن قوانین گمرکی و بازار مشترک اتحادیه اروپا را محو خواهد کرد پس از این همه تلاش چند ساله نمی به بازاری داخلی فکر کنیم که کاملا ناهمگن باشد <تصفح> نمایندگان پارلمان از کمیسیون اروپا خواستند تا پیشنهاد جایگزینی را ارائه دهد با این حال کمیسر بهداشت و ایمنی مواد غذایی در کمیسیون اروپا این پیشنهاد را به نظر نهایی شورای اروپا منود کرد او در این باره گفت مایلم خاطرنشان کنم که این پیشنهاد روشی درست برای حل کشمکش ها بر سر مواد غذایی اصلاح شده ژنتیکی در اتحادیه اروپا است کمیسیون نظر خود را پس نمیگیرد خبرنگار یورونیوز حاضر در استراسبورگ میگوید پیشنهاد کمیسیون می توانست باعث شود که کشورهای عضو به دلیل تخطی از قوانین بازار واحد اروپایی و مقررات مربوط به تجارت بین المللی با اقدامی قانونی روبرو شوند شرکت های چند ملیتی تولید کننده و نیز کشورهای صادر کننده این گونه مواد می توانستند علیه کشورهای اروپایی به سازمان جهانی تجارت و یا دیوان دکتر سری اروپا شکایت کنند